داریوس؟ بله بانو. داریوس مواظب باش کسی متوجه ما نشود. بفرمایید. ای معلم، آیا جایگاه انسانها در بهشت یکسان خواهد بود؟ اگر یکسان باشد، به دور از عدالت هست، و اگر یکسان نباشد، کوچکتر به بزرگتر رشک میبرد. حضرت مسیح در قبال این سؤال حواری گفت: چه میگویی در مورد کسی که عیال زیادی داشته باشد و بر آنان لباس بپوشاند؟ آیا کودکان به بزرگترها که لباس بزرگ پوشیدند حسادت میکنند؟ یا به عکس، اگر لباس بزرگترها را بر تن کودکان بپوشانند خشمگین میشوند که چرا آنان را استهزا کردند؟ پس خواهی دید که در بهشت هم هر کس مقام مناسبی را یافته و راضی است. ای معلم، بگو چگونه خدا را بخوانیم تا ما را اجابت کند. همانا خداوند به مولایم مسیح گفت: ای عیسی، به ستمگران بگو مرا نخوانید، در حالی که مال حرام در زیر بغلها و بت‌ها را در خانه هایتان دارید. زیرا من سوگند یاد کردم هر کس مرا بخواند اجابت کنم، لیکن اجابت من برای حرامخواران بت پرست جز لعنت نیست. معلم خیر، چگونه بدانیم که ایمان داریم؟ خود را بنگرید که چگونه اید. ما از درون خیش آگاهیم. ایمان همچون درختی نیکوست که از میوه هایش شناخته می شود. ببینید درخت وجود شما چه خصالی را بارور کرده. هرگز درخت فاسد میوه نیکو به بار نمی آورد. اگر مشاهده کردید که درخت وجود شما به میوه‌های شیرین صداقت، امانت، محبت، عفت، شجاعت و از همه بالاتر عشق به خدا و آخرت بارور شده، بدانید که ایمان دارید. یک نفر می‌آید. درود خدا به عیسی مسیح. مریم مقدس نگهدار شما باد. جناب آدونیا اینجا هستن؟ بله. مرا راهنمایی کنید. بدانید که مولایم مسیح گفت: این دنیا همچون پلی است که شما را به آخرت میرساند، پس از آن بگذرید و به آن دل مبندید. مکنت دنیا چشمتان را نفریبد و سختیهایش ایمانتان را نلرزاند. به هر حال این دنیا خواهد گذشت و آن چه تا ابد با شما باقی خواهد ماند اعمال شماست. زنهار که در این روز معاد کوله باری از گناه همراهتان نباشد. آدونیا،
آیا واقعا خداوند مردگان را در جهان دیگر دوباره زنده می کند؟ استخوان‌های پوسیده چگونه حیات مجدد می یابد؟ آخر چگونه؟ همان گونه که تو در این جهان نبودی و به تو حیات بخشید. آیا حیات مجدد طبیعت را بعد از مرگ زمستانی مشاهده نکرده اید؟ او به هر کاری تواناست. بدانید ایمان به گفتن نیست، چه بسیار کسانی که از سخن گفتن یا از ظاهرشان ایمان نمی فهمید اما قلوبشان مملو از ایمان است. کار چه معنی دارد؟ من چرا این چنین میکنید؟ حرکت نکن. فرازه؟ کجا میرفتی؟ برای شرکت در جمع مسیحیان؟ دستگیرشون کنید. این چه کاریست میکنید؟ شما پرسیدید ما که هستیم؟ هر که میخواهید باشید دستگیرشون کنید. بیا پایین، عجله کنید. قایم کنید. این کالسکه عالی جناب ماکسیمیلیان است و بانو هلن دختر عالی جناب فرماندار با منند. گالیوس، اتفاقی افتاده، اینو چه میخواهند؟ درود بر بانو هلن. اشرار در گورستان جمع شدن، اینجا ناامن است بانوی. اشرار؟ چرا معطلی؟ دستگیرشان کنید. بانو هلن، دختر عالی جناب دیوک دتیانوس هستم. درود بر بانو هلن. عذر و پوزش ما را بپذیرید بانو. ممکن است بگویید عازم کجا هستید؟ طوری سوال میکنید که انگار عبور از جنگل گناه هست. گستاخی مرا ببخشید بانو. مسئولیت سنگینی به ما محول کردن. ورود امپراتور نزدیک است. گستاخی کافی است. با من صحبت کن. تو در آن حد و مقام نیستی که با دختر عالی جناب دیوکلتیانوس هم سخن شوی. این راه به کجا می رود؟ یعنی شما نمی دانید؟ می دانستم از تو نمی پرسیدم. این راه به کجا می رود؟ گورستان. گورستان؟ راه دهکده رقیم از کدام سمت است؟ بانو هلن برای دیدن همسرشان به آنجا می روند. عالی جناب ماکسیمیلیان به سرکشی رعایا به رقیم رفتند. از همین راه که آمدید برگردید، بر سر دوراهی به راست بپیچید. این شد جواب درست. کنار بیستید. میخواهید چند نفر را به مراقبت همراهتون بفرستم؟ نه، نیازی نیست. کمک کنید دور بزنید. حرکت کنید.